حمله مرگ بار دیگر بر شیعیان، انفجار در مسجد در کندهار، زلزله مرگ بار در پاکستان، بیشتر از 300 نفر کشته و زخمی شدند، اجازه نیافتن گروه از مترجمان افغان نظامیان بریتانیایی، آتش سوزی مرگ بار در تایوان، حدود 80 چند کشته بر جا گذاشت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. آتش سوزی در تایوان 46 کشته بر جا گذاشت. آتش سوزی در ساختمان مسکونی در شهر جنوبی کاوشانگ تایوان 46 کشته و 41 زخمی بر جا گذاشت. این آتش سوزی صبح روز پنجشنبه 14 اکتبر 22 میزان در یک ساختمان 40 ساله آغاز شد و برای چندین ساعت ادامه داشت. اداره اطفایه شهر کاوشانگ در بیانیه آتش سوزی در این ساختمان 13 طبقه ای را بسیار شدید توصیف کرد و گفت که چندین طبقه این ساختمان تخریب شده است. این اداره در بیانیه خود کشته شدن 46 نفر را تایید کرده است. چن چی مای شاروال این شهر گفت که این ساختمان قسمت متروکه بود، زیرا قبلا از قسمت آن به حیث رستوران ها و سینما استفاده می شد که حالا مسدود بودند. تا کنون علت آتش سوزی معلوم نیست و مقامات دولتی می گویند که تحقیقات برای دریافت علت آن آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری مرکزی تایوان، مقامات گفتند که قدامت ساختمان و انبوه از آواره های دسترسی به بسیاری از نقاط این ساختمان را محدود کرده و عملیات نجات و جستجو را پیچیده تر ساخته است. گروه از مترجمان افغان نظامیان بریتانیایی که ابتدا برای انتقال به بریتانیا مجاز تشخیص داده شده بودند، حالا به دلایل امنیتی و در زمینه امنیت ملی بریتانیا اجازه ورود به آن کشور را ندارند. آنان از احتمال مجازات توسط طالبان ابراز نگرانی کردند. به گزارش بی بی سی فارسی، به این گروه حتی اجازه دادن نشده که به این تصمیم اعتراض کنند و دلیل این کار هم به آنها توضیح داده نشده است. مترجمان افغان میگویند تهدیدی برای امنیت بریتانیا نیستند و درخواست دارند که به آنها اجازه ورود به بریتانیا داده شود. با خروج نیروهای خارجی، صدها همکار افغان این نیروها نگران امنیتشان در افغانستان هستند. برغم این که طالبان میگویند بر اساس فرمان عفو عمومی با کسی کار ندارند. زلزله قدرتمند در پاکستان، 20 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. 8 صبح کابل. وقوع زمین لرزه قدرتمند در ایالت بلوچستان پاکستان 20 کشته و 300 زخمی بر جا گذاشت. به گزارش روزنامه دان، این زمین لرزه با قدرت 5.9 درجه ریشتر صبح روز پنجشنبه 15 میزان بخشهای از ایالت بلوچستان را لرزاند. طبق آمار ارائه شده توسط مقامهای پاکستانی، در این زمین لرزه دست کم 20 نفر کشته شده و 300 نفر دیگر زخمی شدند. سهیل انور هاشمی، معاون فرمانده منطقه هرنای بدان، گفته است که 6 کودک نیز در میان کشته شدگان هستند. اداره زمین لرزه شناسی در پاکستان گفته است که مرکز این زمین لرزه در نزدیکی ساحه ولسوالی هرنای بلوچستان با عمق 15 کیلومتر بوده است. در این حال گفته شده است که این زمین لرزه در ساحات کویته، سیبی، پیشین، مسلمباغ، زیارت، قلعه عبدالله، سلجوی، جوب و چمن نیز احساس شده است. هرچند مقام ها از خسارات مالی اطلاع ندادند، اما گزارش شده است که شماری از خانه ها در شعای 15 کیلومتری این ساحه تخریب شده است. وقوع زمین لرزه در این ایالت پاکستان کم پیشینه نیست. سال گذشته نیز زمین لرزه با قدرت 6.7 ریشتر مناطق شمالی این کشور و همچنین بخشهای از افغانستان را لرزاند. حمله دیگر بر شیعیان،
انفجار مسجد شیعیان در قندهار. امروز یکی از مساجد شیعیان در ولایت قندهار مورد حمله تروریستی قرار گرفت. با گزارش سپوتنیک، با نقل از منابع، لحظات پیش یک انفجار در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر قندهار رخ داد. با گفته شماری از منابع، این انفجار در نزدیکی امام بارگاه در مربوطات ناحیه اول شهر قندهار رخ داده است. امام بارگاه مربوط شیعیان قندهار است که نماز جمعه در آن هر هفته برگزار می شود. در نتیجه این انفجار تا کنون 7 تن کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. تا کنون جزئیات بیشتری در این باره در دست نیست و مقامات امنیتی این ولایت نیز تا هنوز در این مورد سخن نگفتند. قماندان قول اردوی مزار شریف از سوی طالبان معرفی شد. با گزارش سپوتنیک، بر اساس گزارش نشر شده، محمد فاضل مظلومیار معاون وزارت دفاع طالبان روز پنجشنبه 22 میزان عطاءالله عمری را به عنوان قماندان قول اردوی مزار شریف معرفی کرد. این در حالی است که پیش از این طالبان گفته بودند که در صفوف اردوی ملی افغانستان از نظامیان پیشین نیز استفاده خواهد شد، اما طالبان تا هنوز به این گفته های خود عمل نکردند. به گفته افغانستان انترنشنل، حتی گزارشات وجود دارد که گروه طالبان نظامیان پیشین را بازداشت کردند. و در پایان، محقق: همیشه پول صرفه برق را تادیه می کردم. با گزارش سپوتنیک، محمد محقق مشاور رئیس جمهور پیشین در واکنش به گزارش های بعضی از رسانه ها مبنی بر پرداخت نکردن پول صرفه برق در صفحه فیسبوکش نگاشته است: من همیشه پول صرفه برق را مرتب پرداخت می کردم و چشم به مال ملت نداشتم. آقای محقق بعضی از رسانه های کشور را متهم به خوشخدمتی به طالبان و بدنامسازی شخصیت ها کرده است. تشکر از توجهتان برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما. لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار. کامگار و بهروز و سرفراز باشید.